همکارم ساناز قاضی‌زاده اینجا با ما همراهی میکنه تا درباره در واقع شرایط اعتراض بازاریان در جزیره کیش از تو بیشتر بشنویم ساناز. خب بخشی از این موضوع رو شما بهش اشاره کردین. بازاری ها میگن هم مسافری نیست، هم بلیت هواپیمایی نیست که مسافر بیاد، همین که اجاره بها خیلی گرون هست در مجتمع کیش و در نهایت اینها به خاطر وضعیت معیشتیشون، به خاطر شرایط خود بازار و گرانی مجبور شدن بسیاری از مغازه ها رو ببندن، اعتصاب بکنن و امروز هم مقابل مناطق آزاد کیش تجمع کردن. تصاویر این تجمع رو میتونیم با هم ببینیم. خب روزهای گذشته ما پیام‌های بسیار زیادی داشتیم، بسیار پررنگ بود اعتراضی که حقوق بگیران داشتن در ایران نسبت به بیکاری و شرایط معیشتی. امروز چطور بود؟ امروز هم پیام‌های زیادی در همین زمینه داشتیم، کارگران، معلمان و یا شهروندانی که در مورد نبود کار دارن، نبود شغل و درآمد دارن صحبت میکنن. اما یک نمونه رو انتخاب کردم که در بندرعباس اتفاق افتاده و کارگران میگن که در حقیقت پایانه مسافربری اونجا حتی بار نداره، گازوئیل نداره و شرایط به جوری نیست که اینها کار کنن. دو روز بیکارن و حقوق بگیر دستمزد بگیر روزمزد هستن. بخشی از این تصاویر رو میتونیم با هم ببینیم. امروز 1 مرداد 1401 پایان بار بندر عباس، سالن اعلام بار برقا هم رفته. مسئولین بی عرضه جنراتور زاپاس ندارن واسه همچین موقعی. اعلام بار تعطیل، دو روز هم هست بار نیست اینجا. راننده هم کلافه، همه بیرون وایستادن تو این گرما. دیروز گازوئیل نبوده، دو روز گازوئیل نیست، بار نیست، برق نیست، همه بیرون نشستن. این فیلم میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال. خب موضوعات دیگری که برای ایران اینترنشنال ارسال شده چه مواردی بوده؟ خب من نمیدونم چقدر دریچه ارومیه رو شما یادت هست یا سفر کردی؟ بارها رفتم. بارها رفتی. به هر حال در کودکی ما این دریاچه تصاویر که یادمون هست جور دیگری بود. الان میبینیم که بعد از مدت‌ها، بعد در 20 سال گذشته، این دریاچه زیبا، این دریاچه‌ای که بسیار حیاتی هست و از لحاظ حتی درمانی اهمیت داشت، داره از نقشه جغرافیای ایران حذف میشه. 95% از بین رفته. حتی وقتی شهروندان اعتراض کردن، 13 نفرشون دست کم بازداشت شدن و یادمونه که خبرگزاری فارس گفت اینها تصاویر قدیمی هست. من فکر میکنم تصاویری که شهروند خبرنگار برای ما فرستاده گویای حال و احوال این روزهای دریاچه ارومیه باشه. اما تصویر بعدی که انتخاب کردم از جانبازی هست، از کسی هست که در جنگ ایران و عراق آسیب دیده و دست کم به اونطور که خودش میگه 35 سال هست داره آسیبش از جنگ هم بیشتره، از آنچه که بر سرش در جنگ ایران و عراق اومده بیشتره، برای دفاع از کشورش رفته و الان چیزی که هست آسیب هست. یک تصویر که میبینیم برای بعضی ممکنه تکان دهنده باشه، شرایط ایشون رو نشون میده و اعتراض ایشون رو به شرایط این روزهاشون. Yeah.
متاسفانه خیلی دردناک. امروز تصاویر دیگری داشتیم از اعتراض شهروندان اهوازی، کارگران اهوازی که در حوزه نفت و انرژی دارن فعالیت میکنن مقابل دفتر نماینده این شهر، که دارن توضیح میدن که این نماینده هیچ کاری نکرده. تصاویر گویا هست، فکر میکنم من توضیح نباید بدم در این روز. ام الفساد اهواز همینجاست، همینجاست. ام الفساد اهواز همینجاست، همینجاست. سید کریم حیا کن، گروه ملی رو رها کن. سید کریم حیا کن، گروه ملی رها کن. سید کریم حیا کن، گروه ملی رو رها کن. سید کریم حیا کن، گروه ملی رو رها کن. سید کریم حیا کن، گروه ملی رو رها خبرهای مربوط به آزادی فرزند میرسلیم در روزهای گذشته خیلی سر و صدا کرد. کسی که از رهبران ایران، به نوعی از مسئولان ایران هست در 14 گذشته، و در مورد این بود که فرزندش با مجاهدین خلق در ارتباط بوده. به هر حال آزادی این فرزند در شرایطی که زندانیان دیگه شرایط سختی رو دارن دنبال میکنن، شرایط سختی دارن در زندانها، درمانشون عقب میفته، یا بسیاری از زندانیان به همین دلیل جون خودشون رو از زندان در زندان از دست دادن، خیلی گفتگوساز شده، بحث برانگیز شده. حرف‌های مادر بهنام محجوبی به خطاب به رئیس قوه قضاییه، بهنام محجوبی کسی که در حقیقت درویش گنابادی بود و درمانش دنبال نشد و در زندان جان خودش رو از دست داد، این حرف‌های این مادر نشون میده که به نوعی ظلم مضاعف هست دیدن این شرایط که فرزند یک مسئول آزاد میشه و فرزند او جان خودش رو از دست میده. روی صحبتم با ریاست قوه قضایی است. شما تنها پسرم را که جرمش عشق و اعتقادش بود مجازات کردید. من به طور حسنی مادر شهید درویش بهنام محجوبی هستم. مادر بهنامی که بعد از کار شکنجه و شوع تبلیغاتی حتی پیکر بیجانش را از من دریغ کردید و به مأمور بدرقه دادید و مأمور شما در چشمای من نگاه کرد و گفت ببین بهنامت را چه قشنگ کفن کردن. چند روز است یک سؤال برام پیش آمده. چرا پسر آقای میرسلیم که به گفته خود شما و حکم اثبات شده او که همکاری با مجاهدین خلق است، با اعمال نفوذی که پدرش داشت آزاد کردیم، ولی بهنام من با اینکه نامه عدم تحمل حبس داشت و هیچ جرمی هم نداشت زندونی کردیم و بارها بهنام من آزاد دادن و گفتیم که آزاد میشی و حتی میتونی که مرخصی بری و مرخصی درمان بگیری، با اینکه سند رو پرونده داشت، ولی گفتی به خانوادت بگو که بیان و برات سند بذارن و آزاد و مرخصی بهت بدن. وقتی که از کرمان اومدم اونجا حتی تو اتاق هم رام ندادیم و گفته بودیم که سفارش داده کرده بودیم که مادر بهنام رو راه ندیم. بهنام من جرمی نداشت، تنها جرمش اعتقادش بود که به زندان انداختید. وقتی که تو زندانهای شما پرده از ظلم و فساد برداشت و حامی مظلوم شد، اون رو شکنجه دادیم و بارها به تیمارستان امین‌آباد بردیم و در آخر هم کشتیم. شما ریاست قوه قضاییه باید جوابگوی ما باشید. ممنونم از تو همکارم سناز قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ما همراهی می‌کنید.